اگر برای محیط زیست ایران پدری متصور باشیم، او کسی نیست جز اسکندر فیروز. آقای فیروز عمری رو به پای محیط زیست ایران گذاشت. یک ساعتی رو با او باشیم. سلام، حسن سرچو هستم. خوش اومدید به سینمای کوچک آپارات. زمانی بود که خیلی ها عشق شکار آهو و کبک و گوزن و شیر داشتن، چه اونهایی که دستشون به دهنشون میرسید یا در دستگاه دولتی و حکومتی بروبیایی داشتن، و چه اونهایی که در کوه و دشت زندگی میکردن و تفنگ برنو رو از معشوق نزدیکتر میدونستن. یه دیگه هم بودن که دنبال ساخت و ساز و تبدیل دشت و جنگل و صحرا به ساختمان و ثروت اندوزی بودن. در اون زمانه که کسی اصلا براش محیط زیست و لزوم حمایت از طبیعت مهم نبود، یک نفر پیدا شد که با عشق به طبیعت ایران و با تکیه بر مناسبات و جایگاه دولتیش آستین بالا زد و بنای حفاظت از محیط زیست این سرزمین رو بنیاد گذاشت. او کسی نیست جز اسکندر فیروز، از فرزندان عبدالحسین میرزای فرمانفرما. آقای فیروز بنیانگذار سازمان محیط زیست ایران بوده و از چهره‌های جهانی حامی حفظ محیط زیست به شمار میاد. او در دهه 40 و 50 خورشیدی کتاب‌های مرجع مختلفی را درباره محیط زیست ایران نوشت. مناطق حفاظتی و پارک‌های ملی و پناهگاه‌های حیات وحش را ایجاد کرد و اصول قوانینی را برنهاد که هنوزم معتبر و کارسازند. با این همه در بعد از انقلاب آقای فیروز دستگیر و در دادگاه انقلاب به حبس ابد محکوم شد. رخشان بنی اعتماد، فیلمساز شناخته شده، در مستند یک ساعت از یک عمر در مجال کوتاه به سراغ آقای فیروز رفته و روایت او و فعالان محیط زیست از فعالیت‌هاش رو ثبت کرده. خانم بنی اعتماد متولد سال 33 است و دانش آموخته رشته کارگردانی سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک. او با فیلم خارج از محدوده به سینمای ایران معرفی شد و با فیلم نرگس در سال 1370 نامش بر سر زبان‌ها افتاد و بعد از اون هم مجموعه از فیلم‌هایی با مضامین اجتماعی رو ساخته در ایران، فیلم‌هایی که برای بسیاری از بینندگان شناخته شده هست. همچنین خانم بنی اعتماد در زمینه مستندسازی هم فعال بوده و در سال‌های اخیر مستندهای زیادی رو ساخته، ضمن اینکه در عرصه آموزش مستند به جوان‌ترها هم فعال بوده. قبلا در همین برنامه آپارات فیلم های آدم‌ها و همه درختان من رو از خانم بنی اعتماد دیده بودیم. برای صحبت در مورد فیلم ویژه این هفته از سه میهمان دعوت کردیم که در برنامه این هفته با ما همراه باشن و بتونیم درباره این چهره ماندگار و این فیلم صحبت کنیم. فرید اسماعیل پور، تحلیلگر فیلم و فیلمساز از پاریس، به همراه مریم قربان کریمی، مدرس سینما در دانشگاه لنکستر انگلستان، و اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست از شهر تورین ایتالیا، از راه دور و از طریق اسکایپ با ما همراه هستند. همگی شما خوش اومدید به برنامه این هفته ما. خب، به اتفاق شما فیلم رو میبینیم و بعد درباره اش صحبت خواهیم کرد. ببینیم فیلم رو. مهمترین عاملی که ما رو جذب کرد اون مجله شکار طبیعت شما بود که ما موقعی که دانشجو بودیم تازه میفهمیدیم که حیوان رو باید حفظش کرد، چون ما هم شکارچی بودیم. حیوانا رو به عنوان یک گوشت متحرک می‌دیدیم. ولی خب موقعی با آقای فیروز نشستم، کم کم یه عشق به حیوانات پیدا کردم و بعد از یه مدت تفنگ کنار گذاشتم و بعد از یه مدت دوربین دستم گرفتم. یعنی همه ما دچار تغییرات شدیم. کارخونه سیمان آلودگی هوا ایجاد می‌کرد. رفتیم تذکر دادیم و یه فرصت هم بهش دادیم، بعد کارخونه رو بستیم. یک ماه کارخونه سیمان فارس ما تعطیل کردیم و رئیس کارخونه رو فرستادیم رفت آلمان الکتروفیلتر آورد. چند وقت پیش برای فیروز داشتم تعریف می‌کردم، گفت می‌دونی اون کارخونه سیما مال کی بود؟ گفتم مال کی؟ گفت مال دایم بود. یه زنگ به من نزدن که زیایی حالا بذار کار بکنیم. اسکندر فیروز، متولد تهران 1305. توی کتاب درسی ابتدایی عکسی بود از شموهای فرنگی، زیرش نوشته شده بود آهو. بعد توضیحی که توی این کتاب داده می شد عبارت از این بود که این حیوان فلان جوره و گوشت
کبابش بسیار خوشمزه است. خودم رو مقصر میدونستم اون موقع. چی میتونستیم بکنیم؟ اون چه که از دستمون برمی آمد در دهه 1340 ما انجام دادیم. من به عنوان یه ایرانی میگم دریاچه خودمونه این ارومیه. چی دارید آبها رو میبرید این ور اون ور به دریاچه نمیرسونید؟ هامون رو به کلی خشکوندید. به هر حال اینه داستان. 50 تا صد گرفتن ساختن پشتش هم این دریاچه. صدهایی که مضر ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان. یک ساعت از یک عمر رو دیدیم ساخته یه رخشان بنی اعتماد. همونطور که خود فیلمساز در آغاز فیلم میگه، فیلم مستندیه که بیش از هر چیز یک ثبته، اما در این حال دوام و قوامه یه فیلم رو هم با خودش داره و به یاد میمونه. گرچه به قول خود خانم بنی اعتماد فیلم اصلی به دلیل همه مشکلات و محدودیت ها ساخته نشده. با این حال بذارید ببینیم که صاحب نظران دعوت شده به برنامه در این باره چی میگن. فردی اسماعیل پور تحلیلگر فیلم و فیلمساز از پاریس و همراه مریم قربان کریمی مدرس سینما در دانشگاه لنکستر انگلستان و اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست از شهر تورین ایتالیا از راه دور و از طریق اسکایپ با ما همراه هستن. خوش آمد میگم به شما. آقای اسماعیل پور، فیلمی که ما داریم میبینیم به گفته فیلمسازش یک ثبت در این حال، اما از طرف دیگه مستند میبینیم که خیلی آغاز داره، پایان داره و در واقع اون کشه و میانه رو هم داره. ما با چه جور فیلمی روبرو هستیم؟ همونطوری که خود فیلمساز ادعا میکنه و اسم فیلم هم هست، عنوان فیلم هم هست، این واقعا یک ثبت کوتاه و از یک شخصیت مهمی که امکان فیلمسازی به اون طور با اون استانداردی که خانم بنی اعتماد مد نظرشون بوده وجود نداشته و ترجیحاً ثبت کنن. من فکر میکنم با کماکان با یک ثبت بصری مختصر و مفید مواجهیم که یک پورتری کلی، یک نمای شاید لانگ شات از یک شخصیت مهم تاریخی در اختیار ما میذاره. و دوست دارم اینم اضافه کنم که این فیلم به نظر من یک فیلم و یک پورتری گفتگو محوره و نه مصاحبه محور، به خاطر اینکه فیلمساز به درستی و با هوشمندی با شکل دادن یک گفتگو بین چند کارشناس که امین او و امین آقای فیروز هستن به یک فیلم میرسونه ما رو از یک گفتگوی خیلی ساده و یک ثبت بصری خیلی ساده. شما چطور فکر میکنید خانم قربان کریمی؟ برای شما این اصلا فیلمه؟ اگه هست چه جور فیلمی؟ یک فیلمی که همونطور که شما فرمودین با آغاز و پایان که در واقع که داستانی رو از ابتدا به پایان میرسونه و برای بیننده که چه آشنا بودن با این شخصیت چه آشنا نبودن جذاب، فیلمساز تونسته یک گفتمانی بین چند شخصیتی که توی فیلم میبینیم ارائه بدن. تقریبا اواسط فیلم و اواخر فیلم دوباره صدای خانم بنی اعتماد رو میشنویم که سوالی که دارن رو میپرسن. دخالت ایشون هنوز دیده میشه که لحظه ای که شاید گفتگوها کمی نوستالژیک شده سعی میکنن برگردونن داستانو با سوالی که ارائه میدن وسط فیلم که دوباره فوکوس بشه و متمرکز بشه به اون مسیری که میخوان این فیلم یک ساعته، این فیلم کوتاه بره برسونن و به نتیجه که میخوان برسونن. و این دوباره به نظر من چیره دستی کارگردان و محقق پشت این فیلمو نشون میده. در مورد ساختار گفتگوها صحبت کردید، بذارید از خانم بهرامی بپرسیم. خانم بهرامی، این ساختار گفتگوها و اتفاقی که تو این فیلم افتاده درباره محیط زیست، برای شمایی که یک فعال محیط زیست هستید چگونه بوده؟ من دوست داشتم اگه خودم اونجا بودم این چند تا پرسش داشتم که بپرسم، مخصوصا اینکه زنها چه نقشی داشتن تو اون موقع. و ما میدونیم که جمعیت روستایی خیلی بیشتری، تقریبا دو برابر جمعیت روستایی فعلی ایران تو دهه 50
زندگی میکردن در روسا، و با توجه به اینکه آقای دکتر فیروز خیلی سفرهای زیادی کردن، دوست داشتم بدونم که ارتباط و پیوند این نسل این جمعیت روستایی با طبیعت چطور بوده و چه برنامه های ذهنی اون موقع داشته در مورد توسعه بخش روستایی، چون ایشون یه ایده خیلی جالبی در مورد اکوسیستم و بیابان و اینا داشته و اصلا یه اصطلاح استفاده عقلانی از محیط زیست که بعدا تبدیل میشه به مفهوم توسعه پایدار ایشون مطرح میکنه و من خیلی دوست داشتم که بدونم در مورد این موضوع ایده هاشون و گفتگو رو بیشتر به نظرم میرسه خود آقای دکتر فیروز پیش میبره. تا اونجایی که من خوندم خانم بنی‌اعتماد میگه که حدود 3 ساعت فیلم برداری شده و از اون 50 دقیقه برداشت شده. یه چیزای زیادی رو حتما آقای دکتر فیروز برای تعریف کردن داشت که نتونست اونجا بگه. آقای اسمتول، برگردیم به شما. به نظر شما اگر که به اصطلاح فیلم رو یک گفتگو بدونیم، اون چیزی که در فیلم شکل گرفته، شیوه چیدمان آدم ها و در واقع اون میزانسن و گفتگویی که شکل گرفته به چه صورت است؟ بذار در ابتدا تکمیل کنم که به نظر من این گفتگو بین 5 نفر شکل میگیره، یعنی 3 مهمان، خود آقای فیروز، خانم بنی‌اعتماد که کارگردان هستن و هر از گاهی حتی واکنش هایی که بعد تو مونتاژ داخل اضافه شده از همسر آقای فیروز که در بک‌گراند نشسته مخصوصا در اواخر فیلم. ولی اینکه در گفتگو حضور داشته باشه در واقع حضور داره و تاثیرگذار هم هست. حتی واکنش هایی که وقتی قصه بعد انقلاب و اون مصیبت هایی که ایشون کشیدن، واکنش ها تو صورت ایران ما رو به این میرسونه که این خانواده چه کشیده و چه شرایط سختی متحمل شده. یعنی با یکی دو تا شات ساده ما با یک شخصیت آشنا میشیم و کاملا ارتباط میگیریم باهاش و همسویی میکنیم باهاش، همزادپنداری میکنیم باهاش و همدلی و همراهی میکنیم و قدرت تدوین. البته قدرت تدوین و اون دیدی که کارگردان داشته که اون ثبت کنه در اون لحظه که حضور داشته توی لوکیشن. ولی اگر برگردیم به چیدمان، من فکر میکنم که این چیدمان یکی از ابزاری بوده که خود فیلمساز با اینکه داره وارد محیطی میشه که پژوهش شده، دستیار پژوهش کرده حتما داره، ولی یکی از ابزاری بوده که این گفتگو رو کمی غیر مستقیم تر کنترل کنه و پیش ببره. اون چیدمان میهمانانی که کنار آقای فیروز صحبت میکنن و این گفتگو رو شکل میدن به نظر من با دقت انجام شده برای این گفتگو به سرانجام برسه و هر کدوم تخصص خاص دارن و یه بخش خاصی از تاریخ محیط زیست رو فعالیت کردن و شاهدش بودن. به نظر من اون چیدمان چیدمان هوشمندانه ایه. چه تأثیری داشته توی فیلم؟ کدوم بخشش؟ همین چیدمان، همین چیزی که داریم. منظورتون میزانسنه یا انتخاب گزینشه؟ میزانسن. ببینید اتفاقا اینجا بحثی هست که خیلی مایلم بهش اشاره کنم. یکی از کارهای سختی که یک فیلمساز داره اینه که در یک محیط بسته جای دوربین و زوایای مختلف دوربین پیدا کنه. یکی از بدترین محیطایی که برای فیلمساز میتونه وجود داشته باشه یه اتاقه. یک اتاق 4 تا دیوار که محدوده و این عوض کردن دوربین، عوض کردن نماهای مختلف، هر چقدر شما دوربین داشته باشید، مثلا اینکه دستتون بسته است به خاطر اینکه این فضا فضای محدودیه. این یکی از مشکلاتی بوده که خانم بنی اعتماد داشتن، ولی من فکر می‌کنم نوع چیدمان، اون میزانسنی که اون گفتگو و اون صمیمیتی که ایجاد شده، باعث شده که ما به عنوان مخاطب آزار نبینیم از تکرار چهره، از موندن توی فضا ثابت برای ساعتی. برای همین من فکر می‌کنم اون نوع چیدمان ظریفی بوده، مؤثر بوده و آزارنده و خسته کننده نیست. خانم بهرامی، برای شما که به هر حال توی این زمینه‌ها باز هم فعال بودید و این اطلاعات رو احتمالاً در جریانش بودید، فیلم برای شما چه اطلاعات تازه‌ای رو به همراه داشت؟ من راستش چون در مورد خود دکتر فیروز خیلی علاقه من بودم به شخصیتشون و به مجموع کارهایی که کرده بود، خب در موردش خونده بودم و خود مجموعه این فیلم 50 دقیقه‌ای به من اطلاعات خاصی نداد، به جز در واقع یه سری اطلاعات عدد و رقمی که مربوط به حیات وحش بود که خب چون حوزه کاری من نبود برام جالب بود، مثل آمار گورخرها، 1000 تا گورخری که اشاره کردن. این فیلمی که من دیدم خوبه، میتونم تشکر بگم، حتی متشکرم از خانم بنی اعتماد که حداقل اومد یه فضایی رو باز کرد که شنیده بشه، یه فردی مثل آقای دکتر فیروز دیده بشه. اما در نهایت این 50 دقیقه 50 دقیقه بسیار غم انگیز بود برای من، برای اینکه یه جوری منو برد به فضای واقعی زندگی دکتر فیروز. ازش میپرسن که تو کجای خونه خودت راحت تری؟
باز در یه فضای بسته، یه فضایی که امنیت در نهایت همون خونه خودشه، وضعیتی که تمام طول این سالهایی که با تمام افتخارش در ایران زندگی میکرده، در حالی که شرایط براش فراهم بوده جای دیگه ای بره، این امکان براش وجود داشته، ایران انتخاب کرده، دوباره در خونه خودش و آدمهایی که باش کار میکردن، آدمهایی که ازش یاد گرفتن اصلا وجود ندارن، یه سایه، یه خلقوی، این آدم از یه جایی اومده اونجا روی صندلی نشسته و داره داستانش رو تعریف میکنه و با یه جمله ساده‌ای که خانم برنیتواد میگه که من میدونم که این یه مستند نیست و میدونم که یه کار تحقیقاتی پشتش نشده، به نظر من توجیه کافی نیست برای این کمکاری. ولی موضوعی که شاید در پیوند باشه با این پرسش ما این مطلب مهمه که ما یه گفتمان بین نسل‌ها رو در ایران از دست دادیم، نه فقط تو حوزه محیط زیست که این یه نمونه خیلی خوبش بود، فرصت گفتگو با آدم‌هایی که استاد دانشگاه بودن، سالها کار تحقیقاتی و پژوهشی انجام دادن، بلکه توی تمام در واقع پروژه‌های کنشگری که تو ایران وجود داره، از حوزه کارگری گرفته تا حوزه فعالیت‌های سندیکایی، روزنامه‌نگاری، ما با یه خلأ تاریخی مواجه هستیم. گویا که هرگز این سازمان محیط زیست از دهه 70 و 80 به وجود اومده و قبلش هیچ چیز وجود نداشته. شما میدونید که خانم ابتکار خیلی تلاش کرد و موفق هم شد، یه جایزه ای رو ثبت کرد به نام پدرش، در حالی که آقای ابتکار مهندس بود و فقط یک سال مسئول سازمان محیط زیست بود. این خودش نشون میده که ما یه مجموعه زیادی از پیوندهایی که میتونه گفتمان ایجاد بکنه بین نسل‌های مختلف که تجربه‌هاشون رو با هم در واقع به اشتراک بذارن و کمک می‌کنه به این که ما بدونیم چه تاریخی بر اون فعالیت‌ها و کنشگری‌های اجتماعی و مدنی گذشته، چه پروسه‌هایی طی شده برای این که بتونه یک حوزه، این یک موضوعی به یه حوزه بین‌المللی ورود پیدا بکنه مثل حوزه محیط زیست. ما این فضای تجربه‌اندیشی رو از دست دادیم به خاطر اینکه نتونستیم از این آدم ها توی حوزه دانشگاهی استفاده کنیم، خیلی از کتاباشون امکان انتشار پیدا نکرده. مثلا در مورد آقای فیروز میدونیم که اولین تقدیری که ازشون شد به شکل رسمی همین نهاد جایزه مهرگان بود که کتابای علمی پژوهشی که کار کرده بودن تو حوزه حیات وحش، پرندنگاری و اینا، اونجا جایزه گرفت تو بخش علمی جایزه مهرگان. و همین امسال اتفاقا توی نمایشگاه کتاب امسال نشستی رو با همین عنوان نشست علمی برای ایشون گذاشته بودن که اون نشست رو حذف کردن از برنامه غرفه جایزه مهرگان و خوشحالم که به هر حال دوستان جایزه مهرگان هم غرفه رو تعطیل کردن در اعتراض به این سانسور. ولی ما میبینیم که حتی سیستم این رو هم تاب نمیاره که یه جلسه پرسش و گفتگوی رو در روی ایجاد بشه که جوانایی که اون کتاب رو دارن توی دانشگاه میخونن این فرصت رو پیدا کنن که پرسش کنن، یاد بگیرن و ببینن که یه تاریخی پشت این مجموعه سازمان محیط زیست وجود داره و این یه خلأ بزرگی ایجاد کرده که به نظرم میرسه مهمه برای اینکه ما رو دور کرده از فضای بین‌المللی، دور کرده از تجربیاتی که در حوزه تاریخ اجتماعیمون در ایران داشتیم. فیلم به هر درباره یه شخصیت مهمی هم هست. حالا فراتر از اینکه یک شخصیت مهم داره ثبت میشه، اهمیت این فیلم رو خانم قرآن کریمی شما در چی میدونید؟ فکر می‌کنم اهمیت فیلم همین در واقع اون ادعایی هم هست که خانم بنی اعتماد اول فیلم میکنن و اون ثبت تاریخ شفاهیه، چون ایشون یکی از شخصیت‌های مهم تاریخی ایران هست و شاید در واقع بتونیم ببینیم که حیف که ما فیلم‌های بیشتر، گفتگوهای بیشتری با ایشون، دسترسی بهشون نداریم که بشنویم و الحمدلله تونستن تا وقتی که ایشون سلامت هستن و تمام خاطراتشون رو میتونن بازگو کنن، حداقل ما تونستیم دعوت بشیم به خونهشون که کمی خاطراتشون و فعالیتاشون رو مرور کنن و به تصویر بکشن. فیلم تصویر یک شخصیت رو داره مطرح میکنه، آقای اسماعیل پور، و میخواد به ما بگه که این شخصیت چه کسی بوده و چه کرده. آیا فیلمساز یا فیلم موفق شده در اینکه یک شخصیت رو به ما بشناسونه؟ من فکر میکنم بله، و مشخصا در حد و قد یک ثبت مختصر حتما. و فکر میکنم اون جاهایی که فیلمساز احساس کرده اطلاعات به روشنی و به کمال منتقل نشدن، در پایان فیلم
یا در میانه و در ابتدا با عکس و سندهای تصویری که ما میبینیم سعی کرده کامل کنه اون اطلاعات، مشخصا در پایان فیلم که اتفاقا فیلم از روایی به خاطر اون منطق گفتگوگونه و صمیمانه اش غیر خطی هم هست. یعنی درست سعی میشه از یک ابتدای شروع بشه در زندگی آقای فیروز، ولی خب این منطق و ذات اون بحثه، میتونه بحث ها برو برگرده. اما ببینیم که آقای فیروز در عرصه فعالیت های زیست محیطی چقدر اهمیت داره. خانم بهرامی، شما به هر حال تو این زمینه فعال بودید، در فیلم هم راجع به اهمیت آقای فیروز بسیار صحبت شد، شما برای ما بیشتر بگید چرا این آدم انقدر مهم هست در عرصه محیط زیست؟ دکتر فیروز یه بخشش خب به واسطه تحقیقات و پژوهشی که انجام داده یه تاریخ مهمی از تاریخ شفاهی محیط زیست ایران رو در واقع در خاطره داره، به جز کتاب‌ها و مکتوبات و مقاله‌ای که منتشر کرده. بنیانگذار سازمان محیط زیست آقای دکتر فیروز و این به نظر من بسیار بسیار مهمه، هرچند خیلی بعید میدونم ساختار و سازوکاری که آقای دکتر فیروز بنا کرد در واقع خیلی اون چیزی باشه که به ارث رسیده و ما امروز در واقع داریم باهاش پیش میریم توی سازوکار سیاسی ایران. ایده پرداز بودن و آقای فیروز برای اولین بار حوزه محیط زیست رو وارد کرد به حوزه حقوقی، به حوزه قوانین، به حوزه سیاست و سرمایه گذاری، به خاطر اینکه بخشی از قوانینی که آقای دکتر فیروز تلاش کرد برای ورودش به در واقع قوانین سال دهه 50 هنوز هم به لحاظ حقوقی معتبر هستن و همینطور بودجه‌هایی رو تونست مسبب بکنه برای اینکه مثلا در واقع بخش‌هایی رو به عنوان مناطق حفاظت شده مسبب کرد و همینطور خب به عنوان یه چهره بین‌المللی، بسیار چهره بین‌المللی خیلی مهمی بوده که ما تا امروز نداشتیم همچین فردی رو در تاریخ محیط زیست ایرانیشون، جز بنیانگذاران، جز هیئت امنای WWF هستن در واقع و مشاور و نماینده در اولین کنفرانس محیط زیستی جهان در سوئد بودن در سال 51 و خب اینا همش به هر حال ارزش‌های بسیار زیادی رو به عنوان یه فرد، نه فقط به عنوان یه فرد که به عنوان در واقع یه سازوکار سیستمی که ایشون طراحی کردن، به نظر من خیلی قابل ارزشه. و شخصیت کاریزماتیکی هم هست آقای فیروز، مثل همه فیروزها که به هر حال خانواده‌ای تاثیرگذار هستند در تاریخ ایران، فرزندان خانواده فرمان فرما. فیلم تدوین خیلی خوبی داره، یا حالا اگر من قضاوت نکنم میگم تدوین یکی از مشخصه‌های عمده این گفتگوی بلند هست که در واقع به مدد اون ما میتونیم تا پایان با فیلم همراه بشیم و چشم ازش بر نداریم. تدوین خانم برق‌نورد، در مورد اهمیت تدوین توی این گفتگوی بلند یا این فیلم یا این سبک برای ما بگید که چی کار کرده که باعث شده ما نگاش کنیم. چیزا میخوام یک جمله رو به عرض قبلیم اضافه کنم، چون شما همچه یک جمله به قبل برمیگرد، قبل عقب هم کلن. عرضم این بود که ببینید اصولا خود تاریخ شفاهی، کارکردش، اهمیتش پیش از هر چیزی که اتفاقا ریشه در مطالعات انسانشناسی، مردم شناسی داره و بعد جامعه شناسی، پیش از هر چیزی اهمیت و کارکردش در اینه که نذاره صدای خاموش بشه و وقتی که یک خطری، یک چیزی رو، یک انسانی مشخصا تهدید میکنه یا یک قومی رو، تاریخ شفاهی سراغش میره و اینو ثبت میکنه. داریم از تاریخ شفاهی صحبت میکنیم نه ثبت شفاهی، چون از اون ثبت شفاهی هم عبارت غریبیه. ولی به نظر من این فیلم به کمال اون کار کرده تاریخ شفاهی رو درش میشه دید، اینکه اطلاعات بیشتری ما گرفتیم، اینکه افسودنی هایی بر رو افسود خانم بنی اعتماد، اینها امتیازات بیشتر فیلم هستن. قرار نبود اصلا یک فیلم باشه با استانداردی که ما بشینیم اون رو ببینیم، قرار بود فقط یک ثبت باشه و یک ثبت یک تاریخ شفاهی در است. مواد خامی برای ساخت یک فیلم دیگری. برگردیم به مسئله تدوین که قبل از اینکه برگردیم به مسئله تدوین، منم بذارید یه جمله به عقب برگردم. بذارید برگردیم این بحث تاریخ شفاهی یا ثبت شفاهی اینها. خانم بنی اعتماد از کلمه ثبت شفاهی یا تاریخ شفاهی اشاره میکنه، تا اونجا که من یادم هست منم همچین چیزی رو تکرار کردم، شما هم گفتید ثبت شفاهی، تاریخ شفاهی. توی ایران هم میبینیم که خیلی تو این سالا این اتفاق افتاده، میگن ما تو مثلا تاریخ شفاهی ادبیات رو ثبت کردیم، تاریخ شفاهی
معمولا معنی شده به گفتگوهای بلندی که حالا ضبط شده با آدمهایی و این گفتگوها یا تبدیل به کتاب شده یا تبدیل به ویدیوهایی در وبسایت ها شده، یوتیوب این ور اون ور، و یا مثل این کار تبدیل به این اثر به یاد موندنی. چرا به این میگیم شفاهی؟ من این رو هنوز نمیفهمم. اجازه بدین برگردیم به ریشه‌ای که این تاریخ شفاهی از اونجا میاد. اون ریشه یک پاش در مردم شناسی، مطالعات مردم شناسی، و پای دیگه‌اش در سینما است اتفاقا. این بخشی که شروع این مسئله با مطالعات مردم شناسی دانشگاه آمریکاییه مثل هاروارد. مسئله این بوده که مردم شناسا میرفتن اطراف و اکناف دنیا، ولی میخواستن ثبت کنن یک چیزی، و همیشه یک ثبت مثل فیلم‌های ژان گوش مردم شناس تبدیل به یک فیلم سینمایی یا فیلم مستند برجسته نمی‌شد. ثبت‌هایی بوده که ثبت بوده. این چیزی که امروز ما درباره‌اش حرف می‌زنیم مرحله بعد از اون ثبت ابتدایی مردم شناسان است. یعنی اینکه شما دوربین میرید می‌ذارید و یک کسی در برابر شما یک بخشی از تاریخ، خیلی وقتا شخصی یا قومی یا خانوادگی رو روایت می‌کنه که تاریخ کتبی و رسمی نیست. و برای شما قصه و داستان شخصی شو حتی خاطرات شو تعریف میکنه. ما به این میگیم تاریخ شفاهی. حالا اون ثبت شفاهی من نمیدونم چیه، ولی این اسمش تاریخ شفاهی هست و خیلی هم پر استفاده است. اما در سینما یکی از فرازها و شاخصهای تاریخ شفاهی پروژه شعاع هست که کلود لانزمن توی فرانسه اجرا میکنه و بعد از هولوکاست بازمانده ها رو اینا پیدا میکنن، بازمانده های یهودی های اون کمپ ها رو، و بعد باشون مصاحبه میکنن و امروز یک مرکزی وجود داره در فرانسه به نام مرکز شعاع. فیلمی ساخته لانزمن بر اساس اون راش ها و هزاران ساعت راش و سند از خاطرات و زندگی این افراد هست که عملا یک بخشی از تاریخه که تو کتابای تاریخ به طور رسمی نمی اومده و عملا اینجا ما داریم فردیت رو بهش نقش میدیم. شما چطور خانم قربان کریم؟ پیامت صحبتی که شما میکردین خیلی الان مد نظر تاریخ نویسان و تاریخ دانشمندان تاریخ هم هست که بیان و ببینن که روایت های شخصی درباره اون تاریخ حاکم چیست و بین روایت های شخصی و اون تاریخ ثبت شده بتونن واقعیت رو پیدا کنن. برای همین ثبت تاریخ شفاهی تا وقتی که افرادی که خودشون فعال بودن جزو افراد تاثیرگذار یک مسئله تاریخی بودن خیلی مهمه که ببینیم داستان از دیدگاه آنها چطور بررسی میتونه بشه و گفته بشه. آقای اسماعیل پور حرف توی حرف اومد. برگردیم به تدوین. فیلم تدوینه خوبی دارم طور که قبلا هم صحبت شو کردیم، کارهای خانم شیرین برق‌نورد هست. درباره اثر تدوین توی این فیلم صحبت کنید. ببینید من فکر میکنم فیلم تدوین خوبی داره به خاطر اینکه تدوین مناسب این فیلم هست. یعنی یک روشی استفاده شده که مناسبت داره با امکانات و ابعاد این فیلم. حضور خانم بنی اعتماد، کارگردانیشون و صحنه گردانیشون و بالاخره هدایتشون اونجا و بعد مونتاژ خانم برق‌نورد فضای ایجاد میکنه که این تجربه شخصی منه، بالاخره نمیخوام تعمیم بدم، ولی واقعا از نیمه فیلم به عنوان مخاطب شما احساس میکنید روی یکی از کاناپه های خونه آقای فیروز نشستید و یک مستمع این بحث هستید و کم کم محو این بحث میشید و جلو میرید. وقتی این اتفاق میفته یک معنی مشخص و بارز داره برای فیلمی که عملا روی میز تدوین جمع جور شد و بسته شده. معناش اینه که تدوین به قدری خوب بوده که به چشم نیامده. من فکر می‌کنم این نقطه قوت تدوینه. اما یک بحثی هست از هر دو شما پرسیدم، حالا برمیگردیم به شما اول خانم قربان کریمی. فرض کنیم اسم خانم بنی اعتماد روی این فیلم نبود، فرض کنیم که این فیلم رو یک فیلمساز گمنامی فرستاده بود برای ما و ما می‌دیدیمش، من گویا واقعا فکر می‌کنم که واکنش اول ما چیه؟ فکر میکنم که اگر این اسم پشت این فیلم نبود آیا توجه ما رو جلب میکرد برای دیدنش؟ من امیدوارم که حتما، چون شخصیت اصلی و سوژه این فیلم انقدر مهم هستش که به نظر من هر کسی اگر سعی کرده بود یک پورتری از آقای فیروز به تصویر بکشه امیدوارم همه ما مشتاق این بودیم که ببینیم، ولی آیا به این موفقی می بود یا نه؟ خب نمیدونم. به دلیل تمام محدودیت هایی که وجود داره داشته با تمام اوصاف ما تونستیم با این شخصیت آشنا بشیم. یه نکته خیلی جالب هست برای من آقای اسماعیل پور تو این عرصه. ما از زمانی که این صحبت رو داریم با هم دیگه می کنیم همون هم فیلم رو دوست داریم، به هر حال بعد می پرسیم که چرا دوستش داریم.
کماکان در هر جمله اشاره می‌کنیم محدودیت‌ها و با توجه به شرایط، با توجه به اینها. خب در مورد یه فیلمساز دیگه هم همین رو می‌تونیم به کار ببریم. تفاوتش چیه اینجا؟ تفاوتی برای من نداره. فرقش اینجا اینه که در ابتدای فیلم فیلمساز با ما قرارداد رو می‌بنده. میگه که این یک فیلم نیست. حداقل اون فیلمی نیست که رخشان بنی اعتماد دوست داشته بسازد یا می‌تواند بسازد. پس این قرارداد با من مخاطبی که سینمای او رو می‌شناسم و فیلم‌هاشو دنبال کردم بسته. متوجه میشم پس این یک ثبت صرفاً و یک پروژه تاریخ شفاهیه. و درباره سوال شما که از ایشون کردید من دوست دارم جواب بدم. بله دقیقاً درست میگن. اهمیت تاریخی و سندی این تصاویر و فیلمی که باهاش مواجهیم خیلی بالاست، خیلی اهمیت داره. و من میخوام از این ور به ماجرا نگاه کنیم. شما گفتین اگر فیلمساز دیگری غیر از خانم بنی اعتماد بود آیا ما میپذیرفتیم یا این فیلم میدیدیم؟ میخوام بگم اتفاقاً سوال اینه که اگر چند تا فیلمساز دیگر غیر از خانم بنی اعتماد پی این پروژه و سوژه می‌رفتن. ببینید یه ترمی که من هر از گاهی استفاده می‌کنم به نام فیلم میلیتان، یعنی فیلم‌های کنشگر. خانم بنی اعتماد یکی از موفق‌ترین و شاید راه‌اندازای این نو سینما توی سینما، یکی از راه‌اندازا بله توی سینمای مستند ایران هستن و یکی از فرازهاش هستن واقعا. نه تنها خودشون بلکه کسایی که با ایشون هم کار میکنن و گاه ترغیب میکنن به انجام این کار. خب ایشون به عنوان هم فیلمساز اینجا و هم کنشگره و هم میخواد یه خدمت به تاریخ بکنه، به تاریخ محیط زیست. میخوام بگم از این ورم میشه نگاه کرد. یعنی انتخاب هر فیلمسازی هم شاید انتخابی که خانم بنی اعتماد کردند نمیبوده. خانم بهرامی، حالا با توجه به همه فعالیت‌هایی که انجام شده در سعی تلاش برای حفاظت محیط زیست ایران، چه تفاوتی بین حالا تلاشایی که اون دوره آقای فیروز و همکارانشون داشتند بوده با تلاشایی که بعد از انقلاب و تو این سالهای اخیر در عرصه محیط زیست شده؟ آقای دکتر فیروز تو حوزه تجربه به نظر من خیلی کار کرده بود. آموزش دقیق افرادی که میخوان تو حوزه محیط زیست کار بکنن اون رو انتخاب میکرد با دقت و اینکه کارشناسای خارجی رو خیلی ازش استفاده کرد، از سرمایه‌گذاری‌های کشورهای خارجی استفاده کرد، از سرمایه‌گذاری سازمان‌های بین‌المللی مثل UNDP، UND، WWF که تو حوزه محیط زیست کار می‌کردن، اینا رو مجاب کرد که توی حوزه محیط زیست ایران سرمایه‌گذاری کنن، کار کنن، که به نظر من خیلی فاکتور مهمیه. و بعدم یه سری اصطلاحات مدرن رو وارد محیط زیست ایران کرد، آموزش داد. و درسته که ما میگیم نباید یه سیستمی فرد محور باشه، اما در نهایت اگر مسئول و مدیر اون سیستم، اون سازمان درست عمل بکنه، معتقد باشه که نباید رشوه گرفت، نباید جزئیات رو ندیده گرفت، نباید تلاش زیر دستان رو ندیده گرفت، خب این تسری پیدا میکنه به تمام مدیرای میانه و افرادی که باید دارن با اون سیستم کار میکنن. چیزی که به نظرم میرسه امروز ما باهاش خیلی مشکل جدی داریم. و ایشون یادم بسیار قوی و محکمی بود توی تصمیماتش و به خاطر همین هم مشکل پیدا کرد با سازمان، با سیستم دولتی زمان پهلوی. و اون هم مسئله‌ای که ما الان باش مشکل داریم، برای اینکه عملا سازمان محیط زیست امروز یه سازمانیه که یه سری مجوز صادر میکنه و یه جنبه دکوری داره در برابر مسائل و مشکلاتی که پیش میاد، خیلی توانمندی کمی داره و بودجه خیلی خیلی کمی رم براش در هر دوره در روایه قانون بودجه مصوب میشه. فیلم یک گفتگو، حالا همه این حرفا رو، محدودیت و همه این چیزها رو هم گفتیم در موردش، ولی به من بگید چرا ما دوستش داریم؟ ببینید فیلم صرف نظر از ویژگی های فنیش، مثل تدوین مناسب، مثل صدای قابل قبول، هدایتی که خانم بنی اعتماد اونجا کردن، بحث و انتخاب درست اون کارشناسان یا مهمانانی که کنار آقای فیروز قرار بگیرن، و مهمتر از همه جذابیت خود آقای فیروز به عنوان راوی، از یک تکنیکی بهره میبره که اتفاقا یک تکنیک روایی هم هست. اون مسئله خاطره‌گوییه. تمام فیلم در یک گذشته نسبتاً دوری داره روایت میشه. درسته در یک حالی نشستیم، ولی همش داریم درباره گذشته‌ای که اتفاقاً از طریق خاطرات به اون ارجاع داده میشه زندگی میکنیم و تصور میکنیم، که یکی از یک امر ماهیتی هم برای تاریخ شفاهی هست. البته میخوام بگم که این فرم خاطره‌گویی خیلی جذاب کرده و اتفاقا همون پراکندگی که گاهی از یک بخش دیگری خاطری به ذهن میاد، اون شکل پراکندهش هم میتونه جذاب باشه برای مخاطب. یعنی شبیه خاطره‌گویی. در این حال فیلم گرمی هست، یعنی یه تون گرم داره و اون گرماش
قشنگ به اصطلاح به جون ما میشینه. برای شما چطور بود؟ چرا فکر میکنید ما دوستش داریم؟ به دلیل اینکه در این حالی که خب ایشون با ما معرفی میشه که یک شخصیت بزرگی هستن، در این حال ما این فیلم ما اجازه داد که به ایشون نزدیک بشیم و ایشون از اون منبر نشستن از بالا به ما نگاه کنن و دارن همون قسمت خاطرگوییشون برای ما مثل یک پدری هستن که دارن از خاطراتشون برای ما تعریف میکنن، ما به اونها نزدیک میشیم و حتی خوشحالی ها، عشقشون، ناراحتیشون رو میتونیم درک کنیم توی مسیر. بذار یه سوال من بپرسم از خانم بهرامی. خانم بهرامی، به آقای فیروز توی بعد از انقلاب، حالا با تجربه اون شرایطی که در فیلم گفته میشون، وضعی در واقع فشارهای تحمیل شد، چرا بعد از انقلاب ایشون تحت این فشارها قرار گرفتن و تلاش های اسکندر فیروز نادیده گرفته شد؟ خودش در فیلم ترجیح میده که دربارش صحبت نکنه. شما بیشتر میدونید، برام بگید که چرا. یه بخش پرسش به نظرم روشنه، برای اینکه همه ما میدونیم که اگر یه فردی، یه خانواده وابسته به پادشاهی و سلطنتی داشته، کمان که خانواده های دکتر فیروز اینطور بوده، خب توی این سیستم از همون اوایل انقلاب اینجور بوده که یه پیش قضاوتی نسبت به این آدم ها وجود داشته. اصطلاح دهه 60 هم طاغوتی ها بوده، سلطنت طلب ها بوده و اینا حذف می شدن به شکل اوتوماتیک از سیستم. و اینکه خب یه دوره طولانی رو در زندان بودن ایشون و اصلا مشخص نبود، همونجوری که خودش هم سربسته اشاره میکنه، که زنده از اون شرایط بتونه نجات پیدا بکنه. و این نشون میده به نظر من بازم که یه بخش زیادی از کسایی که تو حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی میتونستن فعال باشن، به نوعی حذف شدن، چه حذف فیزیکی، چه به تبعید رفتن، چه در سالها در زندان بودن و نقطه اثرشون رو به نوعی در با سیستم اجتماعی از دست دادن. و این خب در مورد دکتر فیروز هم وجود داره. اما متاسفم برای نسل خودمون که این فرصت از دست داد در یاد گرفتن، در واقع صحبت کردن و از نزدیک با آدم هایی که مؤثر بودن و آدم هایی که خودشون بنیانگذار روش های فکری بودن. و این یه خلاء بزرگیه برای سیستم آموزشی ما و نسل جوان مخصوصا. خب مجله تقریبا داره تموم میشه برای صحبت کردن، نکته مونده آقای اسماعیل؟ من فقط میخوام اشاره کنم خیلی کوتاه به این مسئله، نه تنها این یک ثبت تاریخ شفاهیه، بلکه یک فیلم کنشگره با این معنا که درسته ما در برابر یک گفتگو پرتجگونه قرار نشستیم و داریم گوش میکنیم، ولی واقعیتش اینه که در پایان فیلم دچار قیاس میشیم، قیاس وضعیتی که محیط زیست ایران داشته و وضعیتی که محیط زیست ایران الان داره، چون مسئله مبتلا به ما هم هست در ایران فعلی. به نظر من این انتخاب هوشمندانه هم هست، چون باز همونطوری که عرض کردم از یک موضوع، از یک شخصیت، از یک سوژه به یک موضوع مهمتر اجتماعی رسیدن، این از روش‌های اون سینمای مستند تو ایران هست که ترجیح میده که از یک موضوع کوچکتر به یک موضوع بزرگ اجتماعی برسه، که خانم بنی‌اعتماد توش واقعا قهاره و در این حال هم در واقع به یک نهاد بپردازه، یا نبود یک نهاد، یا تزلزل یک نهاد در تاریخ، یا شکل گیریش، اون چیزی که در واقع تو این فیلم میبینیم، یک شخصیت و یک نهاد به اسم محیط زیست تو این فیلم. خب خیلی ممنونم از حضورتون تو برنامه این هفته ما، سپاسگزار. فرصت بیشتری برای صحبت نیست. ممنون از فرید اسماعیل پور، مریم قربان کریمی و همینطور اعظم بهرامی برای حضورش در این برنامه. از طریق همین راه‌های ارتباطی که اینجا داره زیرنویس میشه، شما برام بنویسید که فیلم بر شما چه تأثیر داشته و چقدر توجه شما رو به محیط زیست اطرافتون احیانا جلب کرده. تا هفته آینده به اتفاق میهمانان برنامه، بدرود و پاینده باشید. السلام.